آها اوکی. من نمیگم، من نگاه نکن. اوکی یه سلام و تشکر از مردم عزیز که همواره بهمون انرژی میدن و بدونید که همواره به دعاهای شما نیازمندیم. سوالات خیلی زیاد بودن و تقریبا سوالاتی که مشترک بودن رو میخوام الان جواب بدم. حالا بریم با سوال یک شروع کنیم. فرستادن که در مورد مصونیتی که توی لیگ کره داشتی بگو، الان در حال حاضر در چه وضعیتی هستی؟ متاسفانه در لیگ کره مصونیتی برام پیش اومد که از ناحیه شکم من پارگی عضله پیدا کردم، ولی خدا شکر الان بهتره، وضعیتم خیلی خوب شده بعد از گذروندن روند درمانم و پیگیری کارهای وزنه و درمانی. الان خدا شکر در وضعیت خوبی قرار دارم. آمادگی داری برای مسابقات؟ آمادگی که قبل از شروع اردوها در ایتالیا من یه فصل خوبی از لحاظ آمادگی و درمانی گذروندم و خدا رو شکر الان از لحاظ بدنی در حالت خوبی قرار دارم و امیدوارم که حالا این روند رو تو تمرینای تیم ملی هم ادامه بدم که به ماکسیموم آمادگی برسم. از فن پیجات راضی هستی؟ چقدر برات مهمن؟ و یه جمله بهشون بگو. با زبون خودمونید، واقعا دمشون گرم، مرسی که هستن و همیشه حمایت میکنن، باعث دلگرمیان و نه تنها فن پیجای خودم، از همه طرفدارای والیبال تشکر میکنم که با انرژیای خوبشون به ما انرژی میدن و انگیزه دوچندانی به ما میدن که کارامونو بیشتر و با قدرت‌تر ادامه بدیم. با اینکه معافیت سربازیت رو گرفتی، باز هم دوست داری بری؟ این سوال یکم اشتباه داره. من واقعیتش هنوز معافیت سربازیمو نگرفتم و دوست دارم که در خدمت تیم ملی باشم تا اینکه برم سربازی. تجربه راجع به لیگ ایتالیا چیه؟ تجربه خیلی خوبی بود، مخصوصا برای من که در سن کم 19 سالگی به لیگ ایتالیا رفتم. همونجور که خودتون میدونین لیگ ایتالیا یکی از فرسایشی ترین و قوی ترین لیگ های والیبال دنیاست و به نظر خودم تجربه خیلی خوبی بود برای آینده من و منم 100% از این تجربه استفاده میکنم که بتونم به مراحل بالاتری برسم و به موفقیت های خودم هر روز بیشتر رو اضافه کنم. کدام کشور رو برای لژیونری انتخاب میکنیم؟ کشورهای خوبی هستن تا حالا تو والیبال، مخصوصا ایتالیا، روسیه، لهستان و تو این سه تا بیشتر دوست دارم بازی کنم نسبت به بقیه. چرا اینقدر دوست داشتنی هستی؟ واقعا من خودم به این مسئله فکر نکردم، ولی نظر لطف شماست که اینجوری فکر میکنی، کمی هم خجالت زده شدم. فصل قرارداد تو رو از زبون خودت میخواییم بشنویم. سال بعد کجایی؟ هدفت توی والیبال چیه؟ همونطور که میدونین لیگ ایتالیا تقریبا 12 یا 15 می تموم میشه که به تاریخ ایرانی میشه 25 اردیبهشت ماه و چون حالا امسال تیم ملی مسابقات VNL در پیش رو داره و برنامه حالا سختی جلو رامونه و تصمیم گرفتم که زودتر برسم با اردوها، با تیم تمرین کنم و بیشتر با بچه ها مچ بشم و قرار داده من توافقی از هم جدا شدیم. حالا من بیان کردم این مسئله رو، طبق توافقی که با باشگاه داشتیم زودتر برگشتم به ایران و هدفم توی والیبال. واسه هدفم سختی معین نکردم و ولی دوست دارم که تا جایی که امکان داره پیش برم و به آخرین درجه والیبال برسم. به نوعی کدورتی بین شما و میثم صالحی هست؟ نه اصلا، من و میثم اول از همه دوستیم و بعد همشهری هستیم، همچین چیزی بین ما نیست. ما
چندین ساله که با هم ارتباط داریم و رفاقتمون برمیگرده به چندین سال قبل. چیزی که راجع به زادگاه دوست داری چیه؟ اولین چیزی که راجع به زادگاه هم دوست دارم والیباله، چون به نوعی والیبال تو خون مردم ارومیه است و از کوچیک به بزرگ همه به والیبال عشق می‌ورزن و یکی از عواملی که منو تشویق کرد به والیبال همین شهرم بوده که به خاطر همین فکر کنم اولین چیزی که حالا از شهرم میخوام بگم والیبالشه. برنامه برای بعد از تیم ملی چیه؟ فعلا تمرکزم رو اردوهاست و تیم ملیه که بتونم آمادگی خودم رو دوچندان کنم و با تیم تمرین کنم. چرا این تیم عوض میکنی؟ اینطوری باعث پسرفتت نمیشه؟ نه اصلا، من اصلا اینطوری فکر نمیکنم. من عاشق چالش های جدیدم، دوست دارم که چالش های جدید رو تجربه کنم و از اون چالش ها تجربه کسب کنم. و همینا بود سوالا. مرسی از همه بابت سوالاتون، بابت حمایتاتون. دمتون گرم، قربون شما.